توی اون اسناد لو رفته خبرگزاری فارس توسط بلک ریوارز، اون فرمانده سپاه قاسمی که داره صحبت میکنه توی اون جمع فرماندهان سپاه به سه تا اسم اشاره میکنه: امام جمعه، زاهدان، علی دایی و حامد اسماعیلی. در اون مقطع، یعنی اول آذر ماه، این سه تا اسم میاد بیرون که داره در مورد اینا حرف میزنه و میگه که ما باید حامد اسماعیلی رو خراب کنیم، ابزارش هم داریم و میتونیم خراب کنیم. و به هر حال من همیشه واسه خودم نگاه هم اینه، اون چیزی که جمهوری اسلامی یا ارتش سایبری دنبالشن، لااقل خودم شخصا دنبالش نمیرم. خوش اومدی پیام جان به این گفتگو، مرسی که اینجا هستی در رابطه با گزارش تازه‌ت که البته گفتگو باید بگیم که با حامد اسماعیلیون داشتی در وین. اول به ما بگو که این ایده گفتگو با حامد اسماعیلیون چطور شکل گرفت، چون ماهاست که این آدم سکوت کرده و حرفی نزده، و اینکه جو مصاحبه چطور بود، چطور دیدیش، یه ذره در مورد این جزئیات بیشتر به ما بگو. سلام به خودت و همینطور همه بینندگان عزیز. حامد اسماعیلیون قرار بود که برای اکران فیلم 752 یک عدد نیست به وین بیاد، شهری که من درش زندگی میکنم. با توجه به اینکه خب به هر حال حوزه کاری من سال هاست که در حقیقت از 1977 ورزش هست، ولی در سالهایی که اینجا زندگی کردم سعی کردم که در حوزه های دیگر اگر اتفاق خاصی در این شهر میفته یا آدم هایی که در حوزه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فعال هستن به اینجا میان، هم باهاشون گفتگویی داشته باشم. به صورت نمونه زمانی که مذاکرات هسته‌ای در وین برگزار میشد، چه زمانی که به برجام انجامی، چه پس از اون که احیای برجام بود، مقابل هتل کوبور یا هتل گرند هتل گزارش‌هایی تهیه کردم برای ایران وایر، و همینطور مثلا داریوش اقبالی که به وین اومد در اوج اعتراضات سراسری سال گذشته باش صحبت کردم، یا مثلا کامران قادری از نمیتونم بگم زندانیان سیاسی دو تابعیتی، در حقیقت از گروگانهایی که حکومت جمهوری اسلامی گرفته وقتی به وین برگشت باش صحبت کردم. حامد اسماعیلیون هم از این قاعده مستثنا نبود، اما با این تفاوت که من شخصا همونطوری که در مقدمه گزارش هم نوشتم، علاقه من بودم که ابهامات و سوالاتی که در این مدت برای بسیاری شکل گرفت در مورد شخصیت حامد اسماعیلیون، نگاه های اجتماعیش، گرایش های سیاسیش و مسائل مرتبط با این باش صحبت بکنم. و در حقیقت تا حدود زیادی میشه گفت که به اون چه که میخواستم بابت سوالات رسیدم. جریان سوالات رو هم که در حقیقت مرور میکنیم، جریان سوالات بیشتر چالشیه تا اینکه مثلا من یه اصطلاحی داریم در مصاحبه کردن که میگن که توپ رو میندازی و طرف اسپک میزنه، یعنی اینکه تو همه چیز رو برای مصاحبه کننده آماده میکنی و اون فقط استفاده میکنه، یه اصطلاح والیبالی مصاحبه ایه. سعی کردم مصاحبه اصلا به این شکل پیش نره که مثلا در حقیقت من از حامد اسماعیلیون عزیز بخوام که شما بیا مثلا آنچه که دوست داری رو بگو. تو من در جریان مصاحبه کاملا سعی کردم همه اون انتقاداتی که چه در فضای مجازی چه در فضای واقعی نسبت به عملکردش در یک سال گذشته وارد شده، از دیدارش که میگفتن دیدار سردی بوده با رضا پهلوی، تا این موضع گیریاش در قبال مثلا موضوع اسرائیل و حماس باش صحبت بکنم، و تا حدود زیادی هم پاسخ داد. برای اینکه این پاسخ ها چقدر میتونه جامعه رو همراه بکنه یا نکنه رو دیگه اون بر عهده در حقیقت خوانندگان و همراهان ایران وایر هست. دقیقا تو خود گزارش اول گزارشت هم اشاره کردی که یکی از واقعا بزرگترین کسایی بود که تبدیل شد به رهبر اعتراضات در بیرون از ایران، و اون واقعا اعتراضات خیابانی در گوشه گوشه جهان رو خیلی خوب شکل میداد، خیلی مردم بهش اعتماد داشتن. حالا نسبت به این گزارش و این گفتگویی که داشتی تو شبکه‌های اجتماعی، واکنشات چطور بود تو همین یک روزی که منتشر شده؟ مردم کاربرا چی گفتن؟ ببین، حالا من البته یه نکته توضیح بدم که من تو گزارشم گفتم که یکی از در حقیقت سرمایه‌های مردم ایران در خارج از کشور،
اینو به خاطر این توضیح میدم چون مرتبط هست با سوالی که در حقیقت هم الان پرسیدی. من از قبل از اینکه با حامد اسماعیلیون مصاحبه بکنم و بخوام برم باش مصاحبه بکنم، انتظار این که به هر حال لشکر سایبری جمهوری اسلامی فعالیت خودش رو آغاز بکنه رو داشتم. همونطوری که من کارم انجام میدم در این سو در یک مدیای آزاد، مسلما اون طرف هم ارتش سایبری جمهوری اسلامی برای اینکه پولی که میگیره از حکومت حلال باشه کارش رو انجام میده. و اینکه به حال یه سری کامنت داشتیم و یه سری واکنش، خب اون در حقیقت اون ارتش سایبری و نظراتی که میدن سر جای خودش پابرجاست. یه سری صحبت ها شده بود، حالا من دوستم در این مورد توضیح بدم. من اول صحبت هم گفتم من با کامران قادری صحبت کردم، با داریوش اقبالی صحبت کردم، با خانم شیرین عبادی صحبت کردم، با کسانی که وارد این شهر میشن و به هر حال یه بخشی از اعتراضات در تمام سالهای اخیر یا همراهی کردن یا رهبری کردن، من باهاشون سعی میکنم صحبت کنم. خیلی خیلی علاقه مندم، با وجود اینکه همچنانم میگم یه حوزه کار من در حقیقت ورزش هست که یه نگاه در حقیقت اجتماعی سیاسی همیشه بهش دارم، اما خیلی علاقه‌مندم که یه روزی هم بتونم با خانم فرح پهلوی یا با آقای رضا پهلوی صحبت بکنم. اگر این اتفاق بیفته بتونم در وین یا هر جای دیگه ببینم چون حتما باهاش صحبت میکنم. این موضوع که به هر حال چرا رفتیم سراغ کسی که مقابل مثلا رضا پهلوی ایستاده، فکر میکنم چندان سوال ایدئالی برای یک رسانه نباشه، ولو اینکه من در همین مورد هم ازش سوال کردم و در همین مورد هم مثلا اختلافاتی که وجود داشت توی اون شورای ائتلاف و همون مهسا پاسخ داد. من فکر میکنم که کاری که مدیا باید انجام بده اینه که به همه طرف ها تریبون بده، فرصت صحبت کردن بده، همونطوری که من شخصا هم همچنان میگم علاقه مندم اگه فرصتی وجود داشته باشه با آقای رضا پهلوی هم صحبت کنم. اما یه بخشی که برمیگرده به ارتش سایبری جمهوری اسلامی و به هر حال باید یه بیلانی برن بزنن اون جلوی فرماندهان سپاه و حقوقشون رو بگیرن و اینکه اونا حالا یه سری کامنت هم گذاشتن، آنچنان واسه من اهمیتی نداره. اونا به حال دارن کارشون رو میکنن، اونی که بر سر سفره زن و بچه‌شون حلال باشه. یه سوال کوتاه هم بپرسم که خودت فکر میکنی بعد از اینکه حامد اسماعیلیون جدا شد از اون گروهی که با رضا پهلوی و مسیح علی نژاد داشتن، بعد از اینکه اون گروه در واقع از هم پاشید، آیا اون اعتماد عمومی نسبت به حامد کمتر شده الان؟ نظر شخصی من اینه که بله. میس اینفورمیشن، اطلاعات غلط، ارتش سایبری، همه این چیزا خیلی مهم. و من توی این مصاحبه من با حامد اسماعیلی بهش گفتم توی اون اسناد لو رفته خبرگزاری فارس توسط بلک ریوارز، اون فرمانده سپاه قاسمی که داره صحبت میکنه توی اون جمع فرماندهان سپاه به سه تا اسم اشاره میکنه: امام جمعه، زاهدان، علی دایی و حامد اسماعیلی. در اون مقطع، یعنی اول آذر ماه، این سه تا اسم میاد بیرون که داره در مورد اینا حرف میزنه و میگه که ما باید حامد اسماعیلی رو خراب کنیم، ابزارش هم داریم و میتونیم خراب کنیم. و به هر حال من همیشه واسه خودم نگاه هم اینه، اون چیزی که جمهوری اسلامی یا ارتش سایبری دنبالشن لااقل خودم شخصا دنبالش نمیرم. اگر ارتش سایبری داره امروز مثلا شخص تو رو مثلا به حمله میکنه و خرابت میکنه، من همین دنبال دلیلش میگردم. حتما تو داری یه کار درستی انجام میدی که داری توسط جمهوری اسلامی تخریب میشی. مرسی، خیلی ممنون از اینکه بودی در این مصاحبه و صحبت کردیم در رابطه با گفته بود. ارادتمندم، شب و روزگار بر شما خوش باشه.